که روانشناسی دانشگاه کنکوردیا از تدارک دهندگان زنجیره انسانی امروز. چی شد که ما امروز تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم و این حرکت چیه و کی پشتشه؟ سوالی که همه کامیونیتی همیشه دارن. ببینید، این حرکت یه حرکت کاملا مردمیه و اسمش هست زن زندگی آزادی. ما روز شنبه که یک حرکت مشترکی رو داشتیم با بچه های دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا، ایساکو، انجمن زنان و اکسیون مونتریال و با کمک مردم تونستیم صدامون رو برسونیم، تصمیم گرفتیم که با همدیگه همکاریمون رو ادامه بدیم و برنامه های بعدی رو داشته باشیم. در نتیجه یک سری از بچه ها توی همون جمع با همدیگه آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم که یک کاری بکنیم که به اسم مردمه و واقعا حرکت مردمیه و هیچ ارگان خاصی پشت قضیه نباشه. اسمش رو هم گذاشتیم زن زندگی آزادی و بعد از اون ارگان های دیگه به ما پیوستن، دانشجوها به ما پیوستن، میسا اومد، ایساکو اومد، بچه های اشرسه اومدن، انجمن زنان اومد، اکسیون مونتریال اومد و اینطوری شد که همه همدل شدن و این حرکت امروز رو تشکیل دادیم که بتونیم به عنوان یه حرکت نمادی در دفاع از اعتراضات مردم ایران اینجا امروز باشیم. برنامه بعدی تجمع و راهپیمایی روز شنبه است که همزمان با اونتاریو و تورنتو قرار برگزار بشه در یک حرکت هماهنگ. جانباختگان پرواز PH752 که برادرم آرمین مرتب و همسرش آیدا رو توی شلیک سپاه به هواپیمای PH752 از دست دادم و امروزم اومدم اینجا در ایونت زنجیره انسانی در مونترال جلوی دانشگاه مدیل به حمایت خودم و از اعتراضاتی که توی ایران در جریان هست و مردم در حقیقت همین که از شعارها پیداست دنبال حقوق انسانی خودشون هستن، دنبال زندگی، دنبال آزادی و حقوق فردی که متمرکز البته روی حقوق زنان که 43 سال از اونها گرفته شده.